ویرجینیا وولف و آنات وجود، Moments of Being. این بحث در مورد ویرجینیا وولف و لحظه های بودن اوست، آنات وجود، Moments of Being. لحظه های بودن مجموعی از مقالات ویرجینیا وولف از چهره های سرشناس محافل ادبی لندن و نویسنده کتبی چون اتاقی از آن خود، خانم دالوی، به سوی فانوس دریایی و خیزاب هاست. لحظه های بودن پس از مرگ ویرجینیا وولف منتشر شده و بیشتر شرح حال خود اوست. من در خاطرات خانه زندگان قسمت 44 به این کتاب اشاره داشتم. ویرجینیا وولف که به جهان به عنوان محل هزار توی تناقض‌ها می‌نگریست، در پیچ و تاب زندگی زیر بار مشکلات خم شد و کارش به افسردگی و خودزنی رسید و تا اونجا که به خودش مربوط است نه به بیماریش، این خودزنی از قدر او میکاهد. اما اینکه بیش از 100 سال پیش موفق شد به دانشگاه برود، زبانهای یونانی و لاتین و آلمانی را فرا بگیرد، تاریخ هم بخواند و روی پای خود بایستد، کم چیزی نیست. مادرش در 13 سالگی درگذشته بود. 7-8 سال بعد پدرش هم جان سپرد و او را تنها گذاشت. علاوه بر این، طی جنگ‌های جهانی اول و دوم بسیاری از دوستان خود را از دست داد و همین باعث شد تا به هم بریزد و تحمل و صبرش به سر آید. عاقبت در سال 1941 از شدت اندوه با جیب‌های پر از قلوه سنگ خود را به رودخانه پرت کرد و با موج‌ها رفت که رفت. در آخرین یادداشت خود برای همسرش که او را خیلی دوست می‌داشت نوشت: شروع به شنیدن صداهایی کردم و نمی‌توانم تمرکز کنم. بیش از این توان مبارزه ندارم. نمی توانم چیزی بخونم. همه چیز جز اطمینان به نیکی تو مرا ترک گفته است. گفته می شود نظرات فمینیستی ویرجینیا وولف از 1960 به بعد تحولی در نظریات جنبش زنان پدید آورد. او نویسنده رمان های تجربی بود و سعی در تشریح واقعیت‌های درونی انسان داشت. در کتاب لحظه‌های بودن، ویرجینیا وولف از روزهای خوش کودکی می‌گوید:
روزهایی که به قول خودش داخل یک حبه انگور دراز کشیده بود و زندگی را می دید. او از این خاطره به اون خاطره می رود و صحنه ای به صحنه دیگر پرت می شود. هرچند پیش از اون که بتواند چیزی را کامل توصیف کند، اون چیز از دستش می لغزد و فقط طرحی گذرا از اون بر جا می ماند. ویرجینیا وولف در برابر سرگشتگیش در زمان حال به خاطرات گذشته باز می گردد و انگار در جستجوی علت این سرگشتگی است. تلاش می کند تا به قول خودش چیزی واقعی از میان ظواهر دریابد. او در خاطرات خیش در پی کشف لحظه است، اون هم نه هر لحظه ای، لحظه آگاهی و نگاه و سکوت، لحظه بودن و حضور. ویرجینیا وولف در آخرین سالهای عمرش وقتی آلمانی ها در جنگ جهانی دوم انگلیس را بمباران می کردن، نوشتن این خاطرات را آغاز کرده و تلاشش این بوده تا از لحظه های بودن و آنات وجود خیش پرده بردارد. لحظه های بودن شامل 5 مقاله است. متن اصلی مقالات که سال 1972 پیدا و منتشر شده در دانشگاه ساسکس و در کتابخانه بریتانیا در لندن قرار دارد. همه ما در برابر سرگشتگی در زمان حال سر وقت گذشته می رویم. همه ما سر وقت گذشته می رویم و تلاش می کنیم از میان ظواهر به چیزی واقعی برسیم. انگار در جستجوی علت این سرگشتگی هستیم و در پی آنات وجود و به قول ویرجینیا وولف به دنبال لحظات بودن خیشیم. چرا چنین است؟ چون بخشی از وجود رازآمیز هر کدام ما با خاطراتمون عجین شده. انسان موجودی خاطره‌گراست. بخشی از وجود رازآمیز هر کدام ما با خاطراتمون عجین شده. تنها باید اون خاطرات محبوس را از بندی که در واقع قسمتی از خود ماست آزاد کرد و صدایش را شنید، صدایی که با صدای روزانه ما یکی نیست. این مطلب را پیشتر برای ویکی‌پدیا نوشته بودم.